کیوسک امروز در فرانیوز، مروری بر روزنامه‌های صبح ایران. تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. از ورود قولهای نفتی به کشورهای همسایه تا چالش تأمین داخلی انرژی در ایران. تأکید برنامه هفتم توسعه بر نقش زنان در ازدواج و فرزندآوری. تهاتر نیسان آبی و گوشت ارزان آفریقایی. مافیای دارو باعث ناترازی عرضه و تقاضا. تهران روی خط زلزله. در ادامه نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور. از ورود قولهای نفتی به کشورهای همسایه تا چالش تأمین داخلی انرژی در ایران. مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس حوزه انرژی، میگوید بعد از انقلاب هیچگاه تولید نفت کشورمان بیشتر از 4 میلیون بشکه در روز نبوده. حتی در دوره برجام هم از حدود 3 میلیون و 800 هزار بشکه بیشتر نشده. در نظر داشته باشیم کشورهای منطقه مثل عراق، کویت، امارات و عربستان هر قدر سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند، مسلماً درآمدهای نفتی بالاتری خواهند داشت. قطر کشوری کوچک و با جمعیت اندک است که طی 2-3 دهه قبل شاید کمتر کسی اسم این کشور را هم شنیده بود و نقشی نیز در بازار نداشت، اما امروز با توجه به درآمدهای هنگفتی که در حوزه گازی مشترک با ایران دارد، تبدیل به یک کشور تأثیرگذار شده و در بازی‌های سیاسی منطقه و حتی جهان نقش‌آفرینی می‌کند. به گفته او امروز عراق دنبال 7 میلیون بشکه تولید است. امارات بدون هیچ دغدغه‌ای نیروگاه هسته‌ای را اندازی کرده. عربستان برنامه‌های بزرگ در حوزه انرژی فسیلی و تجدیدپذیر در دستور کار خود دارد. در این بین اگر ما از غافل عقب بمانیم، در تأمین نیاز داخلی انرژی نیز دچار چالش جدی خواهیم شد. تأکید برنامه هفتم توسعه بر نقش زنان در ازدواج و فرزندآوری. نمایندگان مجلس در حال بررسی برنامه هفتم توسعه هستند. برنامه‌ای که تأکید دارد زنان بیشتر در خانه بمانند تا از ازدواج و فرزندآوری دور نشوند. نقشه‌ای که این برنامه‌ها برای اشتغال زنان ترسیم کردند، نه تنها از شکاف جنسیتی نمی‌کاهد، بلکه عمق این شکاف رو بیشتر هم می‌کنه. نشون به اون نشون که نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 17.4% در سال 97 به 13.3% در زمستان سال گذشته رسید. جان مایه برنامه هفتم اینه که زنان بیشتر در خونه بمونن تا از ازدواج و فرزندآوری دور نمانند. اگر هم دستگاه و وزارتخانه‌ای می‌خواهد برای بهتر شدن وضعیت اشتغال کاری کند، شرط دارد و شرطش آن است که ابتدا نهاد خانواده رو در نظر بگیرند. تهاتر نیسان آبی و گوشت ارزان آفریقایی. با سفر رئیسی به 3 کشور آفریقایی که از قضا جزو کشورهای فقیر این قاره سیاه محسوب میشن، تفاهم‌نامه‌های تهاتر نیسان آبی با گوشت ارزان آفریقایی توسط دولت ایران با دولت آفریقا به امضا رسید و ظاهراً دولت رئیسی از ابزار تهاتر در تجارت بین‌المللی خودش بیش از پیش استفاده خواهد کرد. سیستمی که مربوط به داد و ستد در هزاران سال قبل میباشد. در زمانی که مردم جهان به ابزار پول نقد و اسکناس و ارز دیجیتال در دنیای کنونی و سایر ابزار مبادله دسترسی نداشتند. در این حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که سریلانکا به جای بدهی 250 میلیون دلاری نفتی خودش به ایران چای میده. بر اساس این گزارش این بدهی نفتی مربوط به سال 2012 و در سال 2021 دو کشور توافق کردند که سریلانکا به خاطر تحریم‌های آمریکا اون رو با صدور چای به ایران باز پرداخت کنه. گفته میشه سریلانکا از ماه آینده ارسال چای به ایران رو برای پرداخت بدهی نفتی 250 میلیون دلاری خودش آغاز می‌کنه.
طبق توافق قبلی قرار بوده که سریلانکا به مدت 48 ماه ماهانه 5 میلیون دلار چای به ایران بفرسته، ولی مقام‌های این کشور قصد دارن این میزان رو به ماهانه 2 میلیون دلار کاهش بدن. مافیای دارو باعث ناترازی عرضه و تقاضا. نماینده مردم آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم وجود ایده و ابتکار نو در کنترل حل مشکل دارو میگه دولت برای حل این مسئله از ایده و ابتکار عمل مناسبی بهره نگرفته تا شاهد حل این مشکل باشیم که به قیمت جان مردم تموم نشه. به گفته او گزارشات واصله در حوزه تولید داروی کشور نشون میده که باید احتکار و قاچاق دارو مورد بررسی قرار بگیره و پیشگیری برای اون صورت بپذیرد. همچنین برخوردهای قضایی لازم با متخلفان از تولید و توزیع تا عرضه دارو صورت پذیرد. پوشش بیمه‌ای داروها هم بسیار کمه و به مرور زمان شرکت‌های بیمه‌ای به دلیل عدم حمایت دولت میزان پوشش‌ها و تعهدات خودشون رو در پذیرش اقلام دارویی کاهش میدن که موجب رنجش مردم شده. تهران روی خط زلزله. در ساعت 7:04 صبح روز سه‌شنبه 20 تیر ماه بود که زلزله‌ای به بزرگی 3.6 ریشتر در عمق 10 کیلومتری از سطح زمین مناطقی از جنوب، جنوب شرق، شرق و شمال شرق تهران را لرزوند. وقوع این زلزله اما باز هم دغدغه همیشگی را مطرح کرده. اینکه چقدر در برابر زلزله آمادگی داریم. علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران میگه دو گسل اصلی در شمال و جنوب تهران وجود داره که متاسفانه توان لرزخیزی به بزرگای 7 ریشتر را دارند، ضمن اینکه هر ریشتر 32 برابر قبلی است. بنابراین بزرگی زلزله‌ای که ما در تهران منتظرش هستیم صدها برابر یک زلزله 2.5 ریشتری میباشد. به گفته او هر 158 سال یک بار زلزله‌ای به بزرگی 6 تا 7 ریشتری به بالا در تهران رخ داده و الان هم از دوره بازگشت و موعد اون 35 سال گذشته که طبعاً هر چقدر بگذرد احتمالاً این زلزله شدیدتر هم خواهد شد. رسیدیم به پایان بخش مرور بر روزنامه‌های صبح امروز در کیوسک فرانیوز. سپاسگزارم که تا الان با ما همراه بودین. در یوتیوب فرانیوز و سایر شبکه‌های اجتماعی از رسانه خودتون پشتیبانی کنید. برای دیدن مطالب کامل‌تر کیوسک امروز میتونین به وبسایت فرانیوز مراجعه کنید و مطالب کامل‌تر رو اونجا بخونید. فرانیوز، نیاز امروز.